بچه سلام 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 چطوری؟ سلام چطوری؟ آقا آریا کلاس ضبط نمیشه، یعنی چی نسیش ضبط کردیم بقیش هم ضبط کنیم؟ ضبط نمیشه دیگه. سلام سلام، چاکرم چاکرم چاکرم، خوبی نمتون؟ چه خبرها؟ چه خبرها؟ صدا میگه نیست آقای سلی؟ صدا هست، همه چی خوبه؟ منم خوبم خدا رو شکر، منم خوبم خدا رو شکر، خدا رو شکر، منم خوبم خدا رو شکر. خانم مقدم، من شیفت واسم پیش اومد برای کلاس 11 الان شما فقط میخواین روش تدریس رو ببینین، اصلا کلاس شما شروع نشده 11 یادتون میشه تابستون. خانم مقدم صداتون خوبه؟ خب من خوبم خدا رو شکر، شما خوبین؟ همتون تازه الان شروع شده. بچه کلاس ضبط نمیشه، نپرسین دیگه، کلاس اصلا ضبط نمیشه. چاکرم، من خوبم، شما خوبین؟ چاکرم چاکرم. اوسو پی وی رو چک کنین. چشم چشم چشم. خب امیر آریا فکر میکنه کلاس مدرسه از کلاس اینجا بهتره، برو کلاس مدرسه. اگه فکر میکنه اینجا بهتره اینجا بمون، چون کلاس ضبط نمیشه. من ثبت نام کردم. خب خوب کاری کردی. دکتر دانشگاه تهران بودین؟ نه من دانشگاه دکتر دانشگاه تهران نبودم، اونجا زوریه. خب دیگه کاری دستم بر نمیاد دیگه. خیلی خوب، سلام سلام سلام، چاکرم قربونت. خیلی خوب چاکرم. آقا سلی فقط چطور خوستی میکنی؟ بس کسی نهید فوش بدم، فوشی موشی چیزی نداشته باشه. خیلی خوب، ادامه لوئیس. بله دوستان نکته میگم شروع میکنیم، دوستان نکته میگم شروع میکنیم. اول اینکه من کلاس ثبت نام کردم. ببین کسایی تازه ثبت نام کردن، بعضی تازه دیروز امروز ثبت نام کردن، میپرسن به کلاس میرسیم یا نه. کسایی کلاس سالیانه 0 تا 100 ثبت نام کردن 100% میرسن. دو ماه نیم قبل کنکور هم تموم میکنن، بهشون برنامه میدم از شنبه. از شنبه برنامهشون شروع میشه، از شنبه شروع میکنن بخوندن، ان شاءالله مثلا اولای اردیبهشت تموم میشه. یعنی دو ماه نیم قبل کنکور درستون تموم میشه از الانم بیاین. 11 فعلا نمیخوان ثبت نام کنن، ان شاءالله سال بعد ثبت نام کنن. شما نمیخواستم فعلا کلاس تست آخر رو ببینید، در همین حد کافیه. اسیدوباز گفتم دیگه، گفتم اسیدوباز زمانی تشکیل میشه که 1000 بشه. شکل کشیدن لوئیس، خب من اصلا قاعدم یه جور دیگه اسم لودیپا داشت، من یه جور دیگه اصلا کلا تدریس میکنم. سرعت رو درس دارم کلاس سالیانه. هزینه 0 تا 100 چقدر؟ به پشتیبانی بگی. اجازه است خودمون کلاس رو ضبط کنیم؟ آره میتونی ضبط کنیم، اما کلاس خودمون میتونی بچه ها ضبط کنیم واسه خودتون. خب اما اینجا ضبط نمیشه. کلاس سالیانه یک شنبه و پنج شنبه هاست و دیگه دو ماهیم قبل کنکور هم تموم میشه. باز یکی میگه حفظی. آره واسه سینتیک هم تست آخر درس میدن، کلاس سالیانه فقط درس میدن تست آخر. چی و سرعت و بسید بازو. آره راد مهر، آره همه خوبن. سرعت رو اینجا میگین؟ نه جلسه پیش خیلی دیگه طولانیه بخوام مرور کنم. سرعت اینجا گفتید؟ نه فقط کلاس سالیانه. موازنه رو میگین؟ ایشالا اگه وقت باشه. چشم سلام سلام. هر کی برای خودش ضبط کنه، برای بقیه نفرستین. من قلم رو خوب متوجه نشدم. من کنکور خب الان خیلی زوده امیر رضا خسروی، ایشالا از سال بعد بیا. ترمو اینجا نمیگین؟ بیشتر تمرکز رو کلاس سالیانه است. اگه اینجا محلول اینجا گفتم؟ آره گفتم. کلاس تا چنده؟ تا موقعی تموم بشه. محاسبات هم میگین؟ ان وقت بشه. بله ترکیب تا کلاس 0 تا 100 درس دادم، نمیتونم دوباره بگم. جلسه 2 لوئیسه. بله جلسه 2 لوئیسه. یک شنبه هم کلاس هست. خیر فقط برای بچه ثبت نام یک شنبه هست. خیر پس الان باش نگاه کن دیگه، اگه برنامه ریزی ضبط کنی لوئیس دوباره کلاس سالیانه میگین؟ گفتم از اکبری قبلا گفتم. کلاس ساعت چند تموم میشه؟ نمیدونم. شیمیالم 0 تا 100، کلاس 0 تا 100 اونجا درس دادم. بریم شروع کنیم. کی میخوام بگین شیمی رو چطوری بخونیم؟ بهتون میگم یه جلسه بعدی، ان شاء الله جلسه بعدی میگم شیمی رو چطوری بخونیم. گفتین ترکیباتو میگین؟ لوئیس چند تا تست داره؟ یکی دو تا تست داره. امروز تموم میشه ان شاء الله. اشکال نداره، من یک شنبه هم ریاضی دارم، همین ساعت چیکار کنم؟ آقا یک شنبه بعد آفلاین نگاه کنیم، اونایی که ثبت نام کردن. بریم شروع کنیم. اون اسید و باز و سرعت و اینا رو وقت نمیکنم تو اینجا بگم. اسید و باز، سرعت، ترمو، عالی، اصلا اگه بخوام بگم وقتشو نمیکنم اینجا بگم. اینا فقط کلاس سالیانه مجبورم تدریس کنم دیگه، ولی تا جایی که بتونم اینجا بهتون درس میدم دیگه. میبینیم میگه هر هفته واسه کلاس میذارم. به ما هم برنامه میدین؟ بله. آره دیگه گرما ان شاءالله هفته بعد برای بچه ثبت نامیه. برای شما یک مبحث دیگه ان شاءالله. خب لوئیس هم کجا بود؟ سال بعدم هستی؟ سال بعدم هستی.
نقشه گنج من گفتم زمانی هستی تو باز میگم که گروهتون بشه 1000 نفر، الان 670 نفره. هفته پیشم هم همینقدر بود. این کلاس 700 گذشته دیگه، گذشته اما میرسی از الان بیای. وقتی شما اونو 1000 تا چه میکنی؟ آره ادامه لوئیس الان میخوایم بریم. اوش بذار اینا رو پاک کنم. کلی برنامه میدم دیگه، به هر کس جدا جدا که نمیدم، یه برنامه میدم برای آزمون. چاکرم. بله میتونی نمره بگیری. امتحان تشریحی هم میتونی نمره بگیری. بذار من اینا رو فقط پاک کنم. آخه نمیشه اینو کلا نمر پاک کردی، چیزی بزنم که همش پاک بشه؟ بچه‌ها فقط صبر کنید که اینو پاک کنم. شاکرین. الان گروهتون 670 تاست. 1000 تا بشه بعد اسیدوباز میذارم، چون کلاس سالانه درس دادم نمیتونم دوباره درس بدم. اما اگه شد 1000 تا اونجا ان شاء الله درس بدم. آره من اصلا کلاس بودم دیگه. اگر بیشتر تلاش کنی آخره. آره نارسیس 0 تا 100 رو میتونی تموم کنی. جزوه خالصش هم واسهتون میذارم، چه جزوه خالص انگار چیشو دارم سفیدش واسهتون میفرستم. خب بریم سراغ چیا؟ بریم سراغ ادامه مباحث. بچه‌ها تو کجا بهتون گفتم؟ تا کجا بهتون گفتم؟ کلاس حضوری هم داریم، بلکه حضوری هم دارم، ولی فقط دخترانه. من کلاس پسرانه امسال ندارم. کلاس پسرانه فقط تیزوشان دارم. نمیدونم. خیلی خوب. بچه تو کجا بهتون گفتم؟ آخرین چیزی که گفتم چی بود؟ آخرین چیزی که گفتم. خیلی خوب. پس من اینجا گفتم، تا اینجا بهتون گفتم. درسته؟ تا اینجا بهتون گفتم. خیلی خوب. تا تست 32. اوکی. آتل چطور من میخوام ادامه درس رو بگم بهشون. حالا فقط باش ببین چی کار میکنه. بچه‌ها میگن چرا روشت اینجوریه؟ من میخوام برم تک تک الکترون‌ها رو بذارم بکشم فلان از این حرفا. من 6 تا مولکول بهت یادادم بغیر بر اساس همون وسط کشیدم. خب؟ و این جلسه میتونی اوجشو ببینی. چرا من اینجوری بهت گفتم؟ چرا نمیدونم بهت بگم اتم مرکزی رو بکش الکترون‌ها رو بذار بعد اینم داتیو بده یکی یکی بس کن. من 6 تا مولکول بهت یادادم همه رو تونستی بکشی دیگه. و این جلسه میفهمی چرا اینجوری بهت گفتم. و میفهمی که با بقیه فرق داری تو الگوریتم سوال لوئیس. تو همه فصل ها اینجوریه. خب بذار من یکم درس بدم، من میرم به اون میرسم. آقا من میخوام برم سراغ نیتروژن و اکسیژن. من به ترتیب میرم دو سه تا مطلب میگم، بعد میرم سراغ نقطه اوجش. به اوجش هم میرسیم، فقط باش که به اوجش هم برسیم. آقا نیتروژن و اکسیژن، من یک صفحه واسط باز میکنم، فقط خوب گوش کن. نیتروژن و چی؟ و اکسیژن. آقا من دو تا مولکول خوندم دیگه تا الان، یکی دونه NO بود، یک دونه NO2 بود. فیلمش هم گذاشتم جلسه قبلو، اما این جلسه رو نمیذارم. NO شکلش چجوری بود؟ یک مولکول دو اتمی بود، اینجا دو جفت، اینجا یک جفت با یک تک. NO2 چجوری بود؟ شبیه SO2 بود، فقط یک دونه تک الکترون داشت. درسته؟ حالا من میخوام بیام بقیه مولکولا رو بکشم. اولی مولکولی که میخوام بکشم N2O2، بعدیش N2O3، بعدیش N2O4 و بعدیش N2O5. من میخوام بیام این ستا رو واسه رسمش کنم. اگر جلسه قبلی نبودی، جلسه قبلی نبودی، من تمام مواد پایه رو جلسه قبل گفتم برای لوئیس. این جلسه رو آنلاین باش که برای اینکه جزوه رو بگیری و فیلم رو جزوه رو بگیری، بعد برو جلسه قبلی رو نگاه کن، بعد دوباره بیا این جلسه رو هم نگاه کن که کامل متوجه بشی من دارم چیکار میکنم. جلسه قبلی نبودی، این جلسه یه ذره اذیت میشی. من میخوام برم N2O2 رو رسم کنم. من تمامی این مولکول ها رو نمیام شکلش رو حفظ کنم، میام بر اساس چیزا که یاد گرفتم میکشم. یعنی چی؟ آقا N2O2 رو من چجوری با استفاده از این دوتا بکشم؟ میخوام با استفاده از این دوتا N2O2 رو بکشم. اگر یک NO بذارم به اضافه یک NO دیگه میشه چی؟ N2O2. دوتا N دوتا O. پس میام کنار هم دیگه میکشم. از کدوم طرف؟ از طرف تک الکترونش. خب یک دونه NO این طرف میکشم، یک دونه NO این طرف میکشم، این تکشو میذارم این طرف، یک دونه NO میام این طرف میکشم، یک دونه NO هم میام این طرف میکشم. حالا اینا رو به هم یه وصل میکنم میشه N2O2. میخوام N2O3 رو بکشم. از چجوری از اینو استفاده کنم؟ اگر یک NO بذارم با یک NO2 میشه چی؟ پس N2O3 میشه چی؟ یک دونه NO و یک دونه NO2 میذارم کنار هم دیگه. خب NO چجوری بود؟ گفتم از طرف تکش بکش.
اینو مگه اینجوری نبود؟ اونم از طرف تکش میکشم، این اودو رو از طرف تکش میکشم، کجش میکنم. مگه این اودو اینجوری نبود؟ حالا من کجش کردم فقط 90 درجه، درسته؟ حالا این تکا رو به هم دیگه وصل کن، میشه این دو او سه. این از این این دو او سه. میخوام این دو و چار بکشم، چیو بذارم کنار هم دیگه؟ اگر یک این اودو داشته باشم، یک این اودو دیگه هم کنارش بذارم، میشه چی؟ این دو و چار. از طرف تکاش میکشم، یعنی چی؟ این طرف یک دونه این اودو میکشم، این طرف هم یک دونه این اودو میکشم، فقط کجش کردم همین. اینا رو هم دیگه بس میکنم، میشه این دو و چار. این دو پنج رو چجوری بکشم؟ آقا اگر یک اندو بذارم با یک اندو دیگه میشه چی؟ این دو و چار. حالا من چی کم دارم؟ باید بشه این دو و پنج. یک دونه اکسیژن کم دارم دیگه، میام این کارو میکنم، میگم یک اندو میکشم این طرف، یک اندو هم این طرف میکشم، یک دونه او کم دارم دیگه، یک دونه او میذارم این وسط. او چند تا الکترون داره؟ 6 تا. یه جفت اینجا، یه جفت اینجا، یه تک اینجا، یه تک اینجا. حالا میام میکشم. این اودو چه جوریه؟ اینجوری. درسته؟ این اوه چه جوریه؟ او هم اینجوری. یه دونه اودو دیگه میکشم. اینجوری. اینجا هم تک، این تک رو به این تک وصل میکنم، این تک رو به این تک. میشه این دو او پنج. پس الان من این او رو بلدم، این او دو رو بلدم، این دو او دو رو بلدم، این دو او سر رو بلدم، این دو او چار رو بلدم و این دو او پنج هم بلدم. آزاری چطور باز کن؟ هنوز به اوجش نرسیدم، صبر کن به اوجش برسیم. آقا گرفتی چی شد؟ گرفتی که این سراغ بقیهش. بریم تو سراغ تیپای بعدی. این تیپا رو من یاد گرفتم. جزوه رو میذارم، جزوه رو وسط میذارم. حفظ نمیخواد بکنی. یاد بگیر چجوری بکشیش. یاد بگیر چجوری بکشیش. جزوه رو وسط میذارم. خیلی خوب، بریم جلو. بریم جلو، فقط میخوام چی کنیم. آقا جزوه، این جزوه رو وسط میذارم. آسان چطور ببن؟ برای اینکه تکاش بیاد کنار هم دیگه، کج میکشم که تکاش بیاد این طرف. مگه اینجا تک نداره؟ میخوام تکش بیاد این کنار. پس باید مجبورم کجش بکشم. یعنی آره. یعنی اینا رو دیگه بکشیم؟ آره. باید بکشی دیگه. باید تو زنده باشه. این او دو با این او دو میشه چی؟ این دو و چار. مثلا این او به اضافه این او دو میشه این دو و سه. نمیخواد حفظش کنی. آسان چطور به من؟ خیلی خوب، برم سراغ بقیه‌اش. این که فصل 11 هم، برم سراغ لوکس. این تست رو برای خودت حل کن دیگه. بریم سراغ چیا؟ مسطح‌های مثلثی. آقا من درسم زیاد طول نمیکشه. خب؟ من درسم زیاد طول نمیکشه. این جلسات کوتاهه. این جلسات کوتاهه. من دو قسمت دیگه درس میدم، بعد میرم سراغ اوجش، بعدش هم کلاستون تمومه. اوکی؟ این جلسه دیگه تمومه. بریم سراغ این. آقا مسطح‌های مثلثی کنکور. مسطح‌های مثلثی کنکور مثل چی؟ مثل اس او سه. من میگم زاویه 120 درجه است و چند تا قلم رو داره؟ 3 قلم رو. میگن قلم رو آقا و زاویه حذف شده. آقا خودم هم میدونم حذف شده، خودم هم میدونم حذف شده، اما طراح کنکور به این توجه نمیکنن. تا 2-3 سال بازم سوال میارن. مثلا میگن حفظ کردن واکنش ها جزء اهداف کتاب درسی نیست، بعضی واکنش ها سوال میارن. مثلا تو عربی گفتن تعریف جزء اهداف کتاب درسی نیست، دقیقاً تعریف سوال آوردن. آقا اگه بلد باشی که به ضرر نمیرسه، یاد بگیر که اگه اومد بزنی، بقیه نمیزنن تو بزنی. اگه بلد نباشی شاید به ضرر برسه، اما اگر بلد باشی به هیچ ضرری نمیرسه. پس یاد بگیر. آقا مسطح‌های مثلثی دو دستن، یا ناقطبی یا قطبی. ناقطبی ها که میخوایم بخونیم ایناست. ناقطبی یکیشو خوندیم، اس او سه خوندیم دیگه. چجوری بود؟ اینجا یک دونه اس بود، اینجا یک دونه او بود، اینجا هم یک دونه او بود، اینجا هم یک دونه او بود. درسته؟ ناقطبی. یک دونه ناقطبی دیگه هم الان میخوام بهت یاد بدم. این ناقطبی دیگه بی هاش سه. خب بی چند تا الکترون داره؟ سه تا. چند هاش بهش وصل میکنم؟ سه تا هیدروژن بهش وصل میکنم. این هم چی؟ بی هاش سه. اگر بگم بی سی ال سه، سی ال هم تو گروه هاش بود دیگه، بهش سه تا سی ال میذارم. گرفتی؟ این نکته میخوام بهت بگم، این نکته میخوام بهت بگم. الان تو این مولکوله
تو بی هایسته، تو بی هایسته اطرافش چند تا الکترون داری؟ اطراف بی هر خط دو تا الکترون دیگه، 2 4 6 من 6 تا الکترون دارم، هر خط میشه 2 الکترون، پس این 6 تا الکترون داره، 8 تا نداره. پس وقتی 8 تایی نشده به این مولکول من چی میگم؟ پس بی هایسته چیه؟ اوکتت نشده. اوکی؟ پس بهش میگن اوکتت نشده، درسته؟ بریم سراغ مولکولای قطبی. دو تا مولکول قطبی بهت میگم، الان فقط شکلشو یاد بگیر، جلوتر رسمش هم بهت یاد میدم، میگم چجور رسمش کنی. قطبی ها دو تا مولکول اومده که کنکور خیلی مهمه، یکیش NO2Cl یکیش COCl2. آقا میخوام NO2Cl رو بکشم، بهت میگی مشخصات چی؟ میگی قطبی سه قلم رو 120 مسطح مثلثی. خب NO2 رو بلدی بکشی دیگه، NO2 چجوری بود؟ اول بیا NO2 بکش. NO2 مگه اینجوری نبود؟ حالا یک سیل بهش وصل کن، یک سیل. حالا جان همیشه چند جفت میگیرن؟ سه جفت، به همین راحتی. این از این. پس این چی؟ NO2 سیل. COCl2 چی؟ فقط الان حفظش کن، من جلوتر بهت میگم چجوری بکشیش، رسمش هم یاد میگیری. یک دونه CO، دو تا هم سیل. گفتم اکسیژن دو پیوند داشته باشه دو جفت میگیره، هالوژن همیشه چند جفت میگیره؟ سه جفت میگیره. ببین میگن COCl2. کلا مسطح های مثلثی که واسم خیلی مهمه همیناست. یک مولکول دیگه هم یاد بگیریم خیلی خوبه. آقا بی اوهاش 3، اینم مسطح مثلثیه. من اینو چجوری رسمش کنم؟ ببین اوهاش همیشه چجوریه، اگر خواستی اوهاش رو رسم کنی به این صورت رسم میکنی. او هاش، او چند جفت میگیره؟ دو جفت. وقتی میگه اوهاش باید اینجوری بکشی، پس سر اوهاش داره. الان بی اتم مرکزیه دیگه، من بیو میکشم، چند تا اوهاش بهش وصله؟ سه تا اوهاش. پس یک دونه اوهاش، دو تا اوهاش و سه تا اوهاش، بهش میگم بی اوهاش 3. این همیشه سزلی مسطح، این هم کلا سزلی مسطحه که باید یاد داشته باشی. اینجا وسط نوشته همه رو، یکی شما هم دیگه حل کنی، یکی شما هم دیگه حل کنی. مثلا مولکول چی؟ بیا مثلا این سوال رو حل کنی. سوال 37، بقیه رو میذارم خودت حل کنی. سوال 37 گفته مولکول چی؟ NO2 قطبیه. خب الکترون رو اتم مرکزی میبینی، پس قطبیه، درسته. H2S شبیه کدوم مولکوله؟ H2 چیه؟ قطبی. این گفته ناقطبی، پس این گزینه غلط. گفته OCl2 شبیه کدوم مولکوله؟ به جای O میذارم O، به جای CLش میذارم H، میشه H2. گفته قطبیه، خب درسته. گفته بریلیوم Cl2، بریلیوم Cl2 خوندیم دیگه، جز خطی ها بود. بریلیوم دو تا کلور بهش وصل میکنم. گفته H2 خطیه، غلط. گفته SO3، گفته قطبی، غلط، ناقطبیه. گفته NH3 قطبیه، خب درسته. گفته SO3 ناقطبیه، درسته. گفته NH3 هرمیه و SO3 مسطحه، خب این گزینه هم درسته. جواب میشه گزینه چند؟ 4. آقا سالی باز کن، اوکی؟ بریم تست بزنیم، بریم تست بزنیم، بریم تست بزنیم، بریم سراغ بقیه‌اش. آقا بریم، هنوز به جای اصلیش نرسیدیم، هنوز به جای اصلیش نرسیدیم. مهندس فرجامی، احتمالاً جلسه قبلی نبودی که میگی سخته. مرجان من مدلم همین جوریه، من مدلم همین جوریه. جزوه رو واسه میارم دیگه، ما جزوه رو میارم واسه تو کانال میذارم، کلشو کلا واسه تو کانال میذارم. آقا کلشو واسه میذارم، فیلم تو کانال هست. آقا هنوز به جای اصلیش نرسیدیم، آقا هنوز به جای اصلیش نرسیدیم. گریه اینا نکنی، گریه نکنی، گرفتی؟ فعلا عادی باش تا به جای گریدارش برسیم. بعد میفهمی دقیقا چه خبره، چرا میگم اینجوری حفظ کنی، چرا میگم اینجوری یاد بگیر. اینا حفظیه، اینا حفظیه، اشکال نداره. فیلمو نمیتونم ضبط کنم، شرمنده شرمنده شرمنده. فعلا گری نکن، فعلا گری نکن. بیا بیا این سوالا رو حلش کن. سوال 38، فعلا گری نکن، هنوز به جای اصلیش نرسیدی. در مجموع دیگه نشمردم شرمنده، با روش من خیلی کمتره، با روش من خیلی خیلی کمتره.
سیاهش رو حل کن، هر جا گفتن هر موقع گفتن بفرست. قرار کجا بریم امشب خدا میدونه. آقا روشش بهت یاد میدم، بهت میگم چرا اینجوری یاد گرفتی، بهت میگم چرا این مدل یاد گرفتی، بعد میفهمی فرق خودت با بقیه چیه. بذار به اوجش برسیم، فقط صبر کن یک یه رو 20 دقیقه صبر کن. تصویر خودت رفته موین، مشکل از نت خودته. یه نیم ساعت 20 دقیقه صبر کن، 20 دقیقه فقط صبر، 20 دقیقه هم نه 10 دقیقه فقط صبر کن. آره خودم حل میکنم، همیشه حل کردم. نادیا یک جلسه اولته، همیشه من خودم حلش نمیکنم. نه نگو، بذار بقیه هم حل کنم. سلام، کلاس کی شروع شده؟ اصلا 4. نه نگو، هر موقع گفتم بفرست. اصلا 4 ما اینجایی. نفرست، بذار بقیه هم فکراشونو بکنم، یک ذره به ثبات برسن. از 8:30 بود دیگه، تازه شروع کردیم دیگه. فعلا این فقط یه قسمت گفتیم. مثلا 9:30 9:45 هم ان شاءالله تموم میشه. چت یک طرف است. بله. عالی، خودت عالی. تو کوکو نه نه، حالا سوال اومده یاسین. خیلی راحت. یاسین خیلی راحت، ذهنی. ابوالباسط نیست نه؟ ابوالباسط نیست. یک مراسم بوده. برای قرآنش رفته. داره برای کانون فردا میخونه احتمالاً. احتمالاً داره برای کانون فردا. چون کانونش همش 90-100. خیلی خوب. آقا گزینه چند شد؟ بفرست. 2-2 ماشاءالله ماشاءالله. همه 2. ایول ایول ایول. تمام. تمام. فرق بچهای ما اینه. آقا میایم با هم دیگه ذهنی بررسی میکنیم. آسان چتو ببر. آسان چتو ببر که من برم درس بدم. اینه. چاکرم. آقا گفته سی. آقا بیام از مولکولای آسوتا بررسی کنیم. اس او سه که همگی خوندیم دیگه. سودار هم که خوندیم. هایسین هم تو خطی ها خوندیم. سی او هاش دو. ببین به جای هاش میتونی چی بذاری؟ سی ال. مثل سی او سی ال دو. پس من میام اس او سه رو میکشم. گفته اس او سه ناقطبی، از لحاظ قطبی بودن. اس او سه ناقطبیه. سی او دو ناقطبیه. هایسین قطبیه. پس این گزینه غلط. گفته شمار پیوندها. خب اس او سه رو بیا بکش. لازم نیست بکشی ها، بعضی حفظن. 4 تا پیوند. 3 و 2 چجوریه؟ چند تا پیوند داره؟ 4 تا پیوند داره. هایستین چجوریه؟ جلسه قبلی خوندیم. 4 تا پیوند داره. سی او سی ال دو یا سی او هاش دو چجوریه؟ گفتم سی او به جای سی ال ها چی میذارم؟ هاش میذارم. چند تا پیوند داره؟ 4 تا پیوند. پس همشون 4 تا پیوند داره. گفته شکل هندسی اس و سه مسطحه، 3 و 2 خطیه، هایستین خطیه، اونم سزلی مسطحه. با هم دیگه یکسان که نیستن دیگه. این از این. آقا خیلی خوب، فعلا به اینا کاری ندارم، اینا رو کاری ندارم، جنبندی اینجا نمیشه. تستا رو باید خودت حلش کنی. بریم سراغ چیا؟ بریم سراغ اوکتت نشده ها، یعنی مولکول هایی که به آرایش هشتایی نرسیدند. مولکول هایی که به آرایش هشتایی نرسیدند. میخواییم با هم دیگه بررسی کنیم. فقط خوب گوش کن، بعد از این مطلب، بعد از این میشه مطلب اوجش، یعنی اونجایی که دیگه یاد میگیری خیلی خفنی. اوکتت نشده یعنی چی؟ یعنی هشتایی نشدن. مثلا این اتم نگاه کن، آسان چت بسته است. مثلا نگاه کن، مثلا اس او سه رو بیا نگاه کن. اس او سه هشتایی شدن یعنی اطراف اتم 8 الکترون وجود داشته باشه. الان اطراف اس و سه گفتم هر خط میشه 2 الکترون. خب 2 الکترون، 4 الکترون، 6 الکترون و 8 الکترون. پس این اوکتت شده است. مثلا چی؟ یه مولکول دیگه NH3 اینجوریه. میخوام ببینم اوکتت شده هست یا نه. بالا سرش 2 تا الکترون داره، میگم 2 الکترون، هر خط میشه 2 الکترون، 4 الکترون، 6 الکترون، 8 الکترون. پس اینم اوکتت شده است. یعنی هشتایی رس شده، به آرایش گاز نجیب رسیده. اما این مولکول رو نگاه کن. NO. خوندیم دیگه اینا رو.
الان اطرافن چند تا الکترون هست؟ ببین دو تا، چهار تا، شش تا، هفت تا. پس NO جزء چی هست؟ اکتت نشده هست. مولکول بعدی که خوندیم چی بود؟ NO2. ببین مگه اینجوری نبود؟ الان اطرافن چند تا الکترون داری؟ یکیش بالاه؟ خب میشه چند تا؟ حالا شکل رو وسط کشیده دیگه. یکی، سه تا، پنج تا، هفت تا. پس اینم اکتت نشده است. بعدی که خوندیم چی بود؟ برلیوم سیل دور هم خوندیم دیگه. یعنی یک برلیوم وسطه، یک سیل این طرفه، یک سیل هم این طرفه. اینا سه جفت میگیرن هالوجن ها. الان برلیوم اطراف چند تا الکترون؟ دو تا، چهار تا. پس اینم هشتایی نشده. پس برلیوم سیل دو. دیگه چی؟ مولکول بی هاش سه. پس اینم اکتت نشده است. یک دونه بی دارم، سه تا هیدروژن بهش وصله. آیا این اکتت شده است؟ اطراف 6 تا الکترون؟ نه. اینم اکتت شده نیست. مولکول بعدی. ببین هالوژن ها فقط یگانه تشکیل میدن. فقط چی؟ یگانه تشکیل میدهند. خب ببین مولکول بعدی که اکتت نشده است، چند تا مولکول میخوام بگم اینجا یاد بگیری. خب بعدش میرم سراغ اوج لوئیس که بفهمی خیلی خفنی دیگه. SF4. ببین SF4 الان S گروه چنده؟ 16. چند تا الکترون داره؟ 6 تا. چند تا F داره؟ 4 تا F. F ها فقط پیمنش تشکیل میدن یگانه، یعنی فقط یک الکترون میگیرن. این میشه F، اینجا هم F میچسبونم، اینجا هم F میچسبونم، اینجا هم F میچسبونم. هر F هم چند جفت میگیره؟ سه جفت. الان بخوام اینو چی کنم؟ بشمارم. الان S اطراف چند الکترون داره؟ دو تا، چهار تا، شش تا، هشت تا، ده تا. پس از هشت تا بیشتره. پس چیه؟ اکتت نشده. مولکول بعدی چی؟ مولکول بعدی یاد بگیر اینا رو. SF6. S چند تا الکترون داره؟ شش تا. چند تا F بهش وصل میشه؟ یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا. اطراف S چند تا الکترونه؟ حالا الکترون F هم بذار دیگه. دو تا، چهار تا، شش تا، هشت تا، ده تا، دوازده تا. از هشت تا بیشتره. پس میشه چی؟ اکتت نشده. شکلش هم یاد بگیر. هر F هم سه جفت میزا داره. اینو کامل واسه خودت بکش. مولکول بعدی. این دو تا مولکولی که بیشتر نموندن. PCl5. P چند تا الکترون داره اطرافش؟ 5 تا. 5 الکترون داره. مگر سیل هالوژن نیست؟ هالوژن فقط پیوند چی تشکیل میده؟ یگانه. یعنی 5 هالوژن بهش وصل میشن. سیل، 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 سیل. الان اطراف بیو بیو بشمار چند تا الکترون داره؟ 2 تا، 4 تا، 6 تا، 8 تا، 10 تا. پس اینم اکتت نشده است. پس ببین اینجا همه چی رو واسط نوشتم. همه چی رو واسط نوشتم. از اون اول NO، NO2، بریلیوم Cl2، Bh3، SF4، SF6، PCl5. درسته؟ بریم سراغ بقیه‌اش. دو تا مولکول دیگه بیشتر نیست. کل اکتت نشده که تو کنکور ازت میپرسن فقط همیناست. درسته؟ این از این. بریم سراغ بقیه‌اش. دیگه چی؟ زنون F2، زنون F4، زنون F6 و زنون F8 هم اکتت نشدن. برای چی؟ زنون چند تا الکترون داره؟ زنون 8 تا. خب مثلا زنون F2 رو میخوام بکشم. خب چند تا F بهش وصل کنم؟ دو تا. F. خب الان زنون F2 چند تا الکترون داره؟ دو تا، چهار تا، شش تا، هشت تا، ده تا. پس این اکتت نشده است. مثلا بخوام زنون چی رو بکشم؟ گفتم F2، F4، F6 و F8. مثلا زنون F2 رو بخوام بکشم. زنون F4. خب زنون رو میکشم، میگم اطراف چند تا الکترون داره؟ چهار تا. زنون چند تا F بهش وصل میکنم؟ چهار تا. F. همیشه پیوند یگانه است. درسته؟ خب الان زنون چند تا الکترون اطرافش داره؟
دو تا، چهار تا، شش تا، هشت تا، ده تا، دوازده تا. الان زنان F6 و زنان F8 هم بکشم دقیقا همین جوریه. یعنی از هشت تا چی میشن؟ بیشتر میشن. پس زنان F2، زنان F4، زنان F6 و زنان F8 هم چیان؟ اوکتت نشده است. خب؟ مولکول بعدی چی؟ آخرین مولکولی که باید یاد بگیرید. ICL3، ICL5 و ICL7. یعنی اگر دو تا هالوژن به عنوان مثال دو تا هالوژن کنار هم دیگه بیان، یکی زیرون 3 یا 5 یا 7 داشته باشه، میشه چی؟ اوکتت نشده. من چجوری بیام بکشم اینو؟ فقط گوش کن آخرین مولکوله، بعدش دیگه یک مبحث دیگه میگم کلا تموم میشه. الان اینو میام چجوری مرتب میکنم؟ میام چجوری مرتبش میکنم؟ میگم آی چند تا الکترون داره؟ 7 تا. مثلا زنون سیل 3 سه تا سیل بهش وصل میکنم با پیوند چی؟ یگانه. هالوژن ها همیشه چی هن؟ یگانه. الان اطراف های چند تا الکترون وجود داره؟ دو تا، چهار تا، شیش تا، هشت تا، ده تا. پس این اوکتت نشده است. مثلا آی سیل پنج رو بخوام بکشم، حالا آی سیل هفت رو دیگه نمیکشم، مثلا آی سیل پنج دو تا هالوژن کنار هم دیگه اومدن، بعد اینجوری بکشی، میگی آی پنج رو سیل بهش وصل میکنی، سیل 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 سیل، الکترونش هم میذاری. الان اطراف های چند تا الکترون وجود داره؟ دو تا، چهار تا، شش تا، هشت تا، ده تا، دوازده تا. آی سی ال هفت هم بکشی دقیقا اینجوریه، درسته؟ پس کلن اوکتت نشده تو کنکور میاد و باید کلن همه رو بلد باشی رسمشو، همین چند تا هم. خب؟ مثلا بخوایم یک دونه سوال با هم دیگه حل کنیم، یک دونه سوال، سوال مثلا 43 و 44. الان 43 رو نگاه کن چی گفته؟ 43 من میگم 44 شما. گفته در مولکول این قاعده 8 رعایت شده. خب پی سی ال 3 جزء اونا بود؟ نه، پس اوکتت شده است، رعایت شده. گفته شکلش هرمیه؟ خب درسته و ترکیبی قطبیه. خب این گزینه درسته. گفته اس اس خمیده غلط. گفته اس اف 4. اس اف 4 اصلا شکلی داشت؟ الان رسم کردیم. اصلا شکل داره؟ نه. شبیه هیچ مولکولی نیست. گونه سی اس تو خمیده غلط. برو سوال 44 حلش کن، هر موقع چی شد واسط باز میکنم. سوال 44 هر موقع نوبت شد برات باز میکنم. 44 و 45 رو حل میکنیم. گفته کدام دو مولکول ساختار مشابه دارن و هر دو ناقطبی هن؟ آسالی باز کن. گزینه چند شد؟ گزینه بده. به 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 آسالی به من خیلی خوب. ببین SO2 و CO2 این خمیده است، این خطی غلطه. میگه دهم که ساختار لوئیس ساده بود، خب اون دهم این کنکوره. به عقلت فشار بیار. NF3 و PCl3 میشن NH3. NH3 قطبی بود، پس این گزینه غلطه. اون ساختار مشابه دارن، اصلا SF6 ساختار نداره. جواب میشه گزینه چند؟ گزینه 2. به همین راحتی. به همین راحتی.
بیا بین رو حلش کن. خب اون سال دهم بوده دیگه، دهم مدرسه در حد فهم شما بهتون درس میدادن، کنکور که نبوده. آقا سالی باز کن، شاید باز کن، هر کی هر کرد بفرسته. گفته در کدام گونه شیمیایی اتم مرکزی دارای 4 قلمرو است و شما ناپیوندیش کمتره. حلش کن، برش میریم سراغ تیپ آخر دیگه. جزمه هم میذارم چشم. فیلم جلسه قبل هم هست اما این جلسه دیگه فیلم نداره. گفته در کدام گونه اتم مرکزی دارای 4، همه رو برو رسم کن، همه رو برو رسم کن. نازنین زهر رو فیلم جلسه قبل برو دوباره نگاه کن. استفشار اصلا ساختار نداره، اصلا شکل خاصی نداره. چون میشه میخوانی زودتر تمام کنی؟ خب چون درسمون تمام میشه، منم کار دارم. نازنین زهرا فیلم جلسه قبل رو دوباره نگاه کن. آره اتم مرکزی میشه اولی بجز هیدروژن، جلسه قبلی نبودی. آره خب بعضی زدن بعضی هنوز نزدن، جلسه قبلی نبودی دیگه مشخصه. خیلی خوب بین 1 و 4 و 3 و 2 همه اصلا همه گزینه رو زدن. آقا سالی چطور ببن؟ من برم اینو حلش کنم. گفته اتم مرکزی 4 قلم رو داره. کلاس تا 20 دقیقه دیگه. کلاس تا 20 دقیقه دیگه. خب ASF3 مثل کدوم مولکوله؟ بالاترین عنصر گروه AS چیه؟ N. F3 میشه NH3. پس دقیقا شبیه همونه. AS به جای هیدروژنش F اومده. هر F چند جفت داره؟ 3 جفت داره. پس من اینو کشیدم. ClF3 کشیدم واسه دیگه. یک دونه Cl میکشی؟ درسته؟ چند تا بهش بست میکنی؟ با پیوند یگانه بهش F بست میکنی؟ این از این SF4 گفتم یک دونه S میکشی، 4 تا F بهش وصل میکنی. F این هم نقطه هاشو میذاری. و مولکول بعدی OCl2 شبیه کدوم مولکوله؟ H2O. فقط به جای هاشاش چی اومده؟ Cl اومده. اینجا Cl میذاری، اینجا هم Cl میذاری. خب اول گفته کدام داره 4 قلمرو است. میگم قلمروهاشو میشمارم. الان آرسنیک چند تا قلمرو داره؟ 1 قلمرو، 2 قلمرو، 3 قلمرو، 4 قلمرو. پس این میتونه باشه. CLF3 1 قلمرو، 2 قلمرو، 3 قلمرو، 4 قلمرو، 5 قلمرو. اینم نمیتونه باشه. SF4 1 قلمرو، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا. پس اینم نمیتونه باشه. پس یا H2O که اینم 4 تا قلمرو داره یا NH3 است. و گفته ناپیوندیاش کمتره، بیا بشمار. خب چند جفت ناپیوندی داره این؟ این نقطه‌هاش چند جفت نقطه داره؟ یک جفت، یکی، دوتا، سه‌تا، چهارتا، پنجتا، ششتا، هفتا، هشتا. این 8 جفت داره. اون یکی دیگه چند جفت داره؟ یک جفت، دو جفت، سه جفت، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه. پس جواب میشه گزینه چند؟ گزینه 4. به همین راحتی. اوکی بریم بریم بقیه‌اش. اگه اوکی بریم بقیه‌اش. آسل چطو باز کن. 4 درست بود. به این تستا دیگه کاری ندارم، میذارم تو خونه حل کنی. خیلی خوب. خیلی خوب. من فعلا به اینا کار ندارم، میخوام برم سراغ چی؟ میخوام برم سراغ یونها. آقا یونه دیگه. آقا یونه. بقیه چی کار میکنن؟ تو رو خدا اگر اینو یاد گرفتی برو حلش رو از رو کلاب تست هم نگاه کن، ببین یونها رو به چجوری درس داده. اون کسی که گفت حفظیه، الان بیاد اینجا
کی گفت حفظی جلسه قبل الان بیاد؟ موازنه نه استاد میرید کیش؟ نه نرفتم دیگه، اینقدر شیفتم زیاده که نمیتونم کیشم برم. نه دیگه ریموف نشد، خودش رفت. اگه این جلسه هستی بیا به اینجا خودتو معرفی کن. کسی گفت حفظیت؟ ببین یونها رو چجوری حل میکنی؟ گرما جلسه بعد میگی نه تو کلاس سالیانه تدریس شده، اونجا نه اینجا نمیتونم بگم. چیزی که تو سالیانه تدریس شده دیگه اینجا نمیشه گفت دیگه. شیمی تو کنکور صد زدم، شیمی تو کنکور صد به همین راحتی. شاکر خب کی میاد رو خط؟ هفته بعد احتمال من شیف باشم، نگار مشهد نباشم. خب هفته بعد ایشالله به امید خدا فکر کنم کلاس نداریم، چون من شیفتم، بیمارستانم، مشهدم نیستم. شغلم چیه؟ شغلم بلال میفروشم. الان دارم چی کار میکنم اینجا؟ امیراریا من بلال میفروشم. بعد اینجا شبا میرم بسات میکنم جای اول جاده طرقبه، اینجا فقط بلال میرم. نه نازنین زهرا نه، شغل چیه؟ آره بلالیه. خیلی خوب بریم. آره تو بیمارستان، در بیمارستان من اصلا بلال میفروشم. دو قابلی هم دارم. آره دو قابلی هم دارم، خیال راحت هر چی بخوای هست. آره خیلی خوب چاکرم. بریم سراغ بقیهش، بریم سراغ یونها. خیلی من فکر میکردم و فکر نکن. خیلی خوب بریم سراغ بقیهش، بریم سراغ یونها. خیلی قضیه 133، قضیه 133 نمیدونین چیه آقای صالحی؟ 133 میدونین عددی چیه؟ هیچ کی نمیدونه 133 یعنی چی؟ من تو استوری هم میذارم. نمیدونین واقعا؟ وای 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 برید تحقیق کنین. پس تاکسی نه، برید تحقیق کنین. نه رتبه نه، یاران امام زمان نه، یک کلمه است. من برید پیدا کنین دیگه، اتفاقا کنشگاه برید پیدا کنین چیه 133. من راهنمایی نمی‌کنم، برو سرچ کن پیدا کن دیگه. بریم سراغ یونها. آفرین امیر آریه، با این که خیلی چی میکنه بازم یک چیزی بلده. نازن زهرا خب چیکار کنم؟ گوگل نوشته من چیکار کنم؟ خیلی خوب مشهد، اما کارآموزی مشهد نیست، بعضیاش شهرهای مختلف. خیلی خوب بریم سراغ درس، بریم سراغ درس برس دیگه بس. آقا کی میاد تو خط؟ کی میاد رو خط؟ کی فکر میکنه خیلی شاخه؟ آقا شاخه اون کیه؟ بیام سوال بپرسم ببینم یونا رو چجوری حل میکنه؟ کی دوست داره بیاد؟ امیر آریا رو بیارین؟ نه مولدی پاداش نه، نه امیر آریا رو میخوام بیارم. بیارینش رو خط؟ نیستش دیگه. خیلی خوب بذار بلش کن، هیچی نمیاد. چی نداره؟ آقا تشخیص ساختار یونها فقط چی کار میکنی؟ گوش کن، فقط چی کار میکنی؟ اگر همه شاخ مجازی گوش کن، فقط برش برو روش کتاب هم نگاه کن، روش کتاب درسی و روش کتاب تستاشو برو نگاه کن 100%. ببین چه جوریه. ببین برای یونها میاد چی کار میکنه؟ میاد میگه که اگر بارش مثبت بود از اتمی که الکترون پوزیتیوتره الکترون نم بکن و نمیدونم بهش برو بقیه رو بذار. اگر هشتایی شده بود دوگانه بده، نشده بود نمیدونم داتیو بده. و اگر بارش منفی بود به اتمی که الکترونگاتیو تر است الکترون بده، و اگر هشتایی شده بود داتیو بده، هشتایی نشده بود دوگانه بده، فلان بده، بعد بقیه اتم‌ها رو بس کن. این جوریه. آقا روش کرده بری نگاه کنی که تست تو دقیقاً این جوریه. آدم هنگ میکنه. حالا من به درس میدم. بعد میفهمی فرق غلامی با بقیه چیه. خب؟ پس روش عادی چیه؟ میگن اتمی که الکتروپوزیتیو تره باید چند تا عدد حفظ کنی که بفهمی کدوم الکتروپوزیتیو تره، ازش الکترون بکنی. هشتایی شده بود اینم چی بدی؟ اونو بدی، دوگانه بدی، یگانه بدی، فلان، بعد آخر گیج میشی اصلا نمیزنی. یونها سخت ترین قسمت لوئیس دیگه. خب گوش کن، اولین نکته فقط برای شما گوش کن، ذهنی میخوام بزنی ها، ذهنی همین الان فقط گوش کن، ذهنی جواب میدی. خب مرادی چیکار کنم؟ همه مثل من درس ندارم، چیکار کنم؟ به خاطر این جلسات ضبط نمی‌کنم، تو سایت نمیذارم دیگه، چون از الان دیگه دارن اسکی میرن. خیلی خوب اولی نکته، تمامی یونها اگر پرسیدم قطبی‌اند اونا قطبی میگه قطبی‌اند، پس تمامی یونها چی هم؟ قطبی‌اند.
تمامی یونها چی هن؟ قطبی هن. این از نکته اول. چند تا یون بهت داده بوده میگه همه قطبی هن. خب برای رسمش چیکار میکنی؟ نمیای رسمش کنی یا نمیای ببینی کدوم الکترون نگاتیو تر بشه الکترون بدی بعد بقیه رو بهش وصل کنی یا اون که الکترون پوزیتیو تر ازش الکترون بکنی یا این حرکت مال کیاست؟ مال اونایی که واقعا خنگن. اما تو که خنگ نیستی چجوری جواب میدی؟ میگه چجوری تشخیص بدیم یونه؟ آقا وقتی بار داشته باشه این یونه دیگه، تو خود بچه سوال نپرسین. ببین یون داره یعنی بار داره. ما هم شوخی کردی فکر کنم. خیلی خوب شوخی کرد بچه‌ها. خیلی خوب ببین گوش کن، اگر بار مثبت بود به تعداد بار مثبت در جدول به عقب میبریم. اگر بار منفی بود، فقط همین جمله رو حفظ کن، اگر بار منفی بود به تعداد بار منفی جلو میرویم. همین دیگه، نمیخواد تشخیص بدی بره عدد حفظ کنی بعد ببینی کدوم الکترون نگاتیو تره کدوم الکترون پوزیتیو تره بعد الکترون بکنی اضافه. ولش کن. نکته اول چیه؟ تمامی یون ها چی هن؟ قطبی هن. نکته بعدی، اگر بار مثبت بود به تعداد بار مثبت ببر عقب، منفی بود به تعداد بار منفی ببر جلو. همین. فقط گوش کن الان برگات میریزه. انودای مثبته. خب بار مثبت داره، به تعداد بار مثبت میبرمش عقب. خب پس اینو یه خونه میبرم عقب. گروه 15 خونه قبلش چیه؟ خونه قبل این تو جدول C میشه 32. ازن میپرسن شکلش چیه؟ میگی خطی. میگی قطبی ناقطبی؟ میگی قطبی. میگن زاویه؟ میگی چقدر؟ 180. میگی چند قلم رو؟ میگی دو قلم رو. همین. بدون که رسمش کنی همه رو جواب دادی. حالا میگن خب اوکی شکلشو بکش. میگم 32 چجوری بود؟ مگه اینجوری نبود 32؟ اینم دقیقاً شبیه همونه، فقط به جای سی چی میاد؟ این میاد. اینودای مثبت. همین دیگه، هیچ کاری نکردی. میگی خطیه، میگی 180 درجه است، میگی دو قلم رو و قطبی. همین. آیا کار خاصی کردی؟ ذهنی میتونی جواب بدی. ذهنی فقط. برگا، فقط برگا. الان وقتی که گریه کنی، واقعا وقتی گریه است. اینو چجوری میخوای حل کنی؟ فقط روش که درسیم برو نگاه کن. روش که تستم برو نگاه کن. ببین چقدر فرق داره. برگام هم گید، برگام در نام همه با هم ریخت. آقا الان واقعا اوجشه. خیلی خوب. میگه ما چیکار میکردیم واسه اینا؟ ببین یاسین سرپله داره میگه دیگه. یاسین سرپله. خیلی خوب. آره. گفتم تمامی یونها قطبی هن. باز میگه چرا ناقطبی نمیشه؟ آره اتم مرکزی. امیر حاتمی تمامی یونها قطبی هن. همگی قطبی هن. بریم بعدی. آقا گوش کن. انهاشتای منفی. میگم این چیه؟ گروه 15ه. پس یه خونه میبرمش جلو. با جلوتر از این چیه؟ میشه او، میشه هاش دو، میشه خمیده قطبی. چهار قلم رو خیلی کمتر از 109 نیم. تمام. همین. پسی شد خمیده. چهار قلم رو خیلی کمتر از 109 نیم. چهار قلم رو. تمام. میگن شکلشو بکش. میگم دقیقا شبیه هاش دوه، فقط به جای او چی میاد میشینه؟ این میاد میشینه. اینجا هم چی میذاری؟ بار منفی. چجوری میبرم جلو؟ تو رو خدا دیگه با من شوخی نکن. تو رو خدا با من شوخی نکن. دیگه اینا جلسه قبل گفتیم. یعنی چجوری میبری جلو؟ جدول مگه بلد نیستی جلسه قبل درس دادم؟ تو رو خدا بخونین دیگه. 4 روز دیگه کنکور داریم. میگه چجوری میبری این جلو؟ آقا چجوری میخوام ببرم جلو؟ نگاه کن اینجوری میبرم جلو. مثلا اگر n باشه یه خونه ببرم جلو میشه او. مثلا اگه کربن باشه دو خونه ببرم جلوتر میشه چی؟ او. اگر او باشه یه خونه ببرمش عقبتر میشه n. او عدد حال بدار در نیار دیگه. عدد حال بدار در نیار. وای تو رو خدا چرا نازنین زرایی داری؟ تو رو خدا چی کن دیگه؟ یکم فکر کن. تو رو خدا یکم فکر کن. یعنی چی ساختارش با هم دیگه فرق داره؟
این انرژی منفی دقیقاً شبیه H2O. حتماً یه فکری به حال شیمیت بکن. حتماً. الان چی گفته؟ 3+3 دوباره منفی. 3+3 دوباره منفی. میگم CO دو خونه ببرم جلو. دو خونه جلوتر از C میشه چی؟ میشه گروه 16. خب پس میشه چی؟ OO3. خب OO3 که نداریم دیگه. پس میشه چی؟ SO3. پس میشه سزلی مسطح، سه قلم رو، 120 و قطبی. همین. دیگه لازم نیست اصلا چیزی بکشی. اگه گفت شکلشو بکش، میگم دقیقا شبیه SO3. اینجا یک دونه O میذارم. فقط به جای S باید چی بذاری؟ C بذاری. این از این. اینجا یک پرانتز باز میکنیم، میذاری دوباره منفی. بعدی چی؟ NO2 منفی. از این ساده‌تر چجوری می‌خوای دیگه حل کنی؟ چقدر دیگه تمومه؟ الان تمومه، می‌تونی بری. اینا هفتی همش ها، اینا همش هفتیه. همش هفتیه. آقا اینا همش هفتیه ها. اینا همش هفتیه اصلا. آره آره نیما. آقا NO2 منفی. میگم NO یه خونه می‌برم جلو. میشه OO2. خب OO2 که نداریم دیگه. تو گروه 16 دیگه چه اونطوری داریم؟ S میشه SO2. میشه خمیده کمتر از 120، سه قلم رو و چی؟ قطبی. تمام. زیر 10 ثانیه اگه نخوای اینجوری حل کنی باید یه دقیقه وقت بذاری. اینجوری زیر 5 ثانیه حلش میکنی. پس میشه چی؟ سه قلم رو، قطبی، کمتر از 120 و چی؟ خمیده. شکلش چه جوریه؟ دقیقاً شبیه SO2ه. فقط به جای S چی میشینه؟ N میشینه. این از این. این از این. اینجا هم بار منفی میذارم. بریم بعدی. یون بعدی. بریلیوم F4 دوباره منفی. بریلیوم F4 دوباره منفی. آقا میگم بریلیوم که خود بریلیوم. بریلیوم دو خونه میره جلوتر. بریلیوم گروه 2ه. دو خونه بره جلوتر میشه چی؟ میشه C. میشه CF4. یا چی؟ به جای F میتونم چی بذارم؟ هاش. CH4. میشه تمامی اونها قطبی هم. قطبی ساشار چار وچی درسته؟ 109.5 درسته؟ و زاویه چقدره؟ 109.5. انگار میشه چار قلم رو چار وچی و چیه مولکولش؟ قطبی. همین. اگر دقیقا بخوام بکشمش دقیقا مثل ساشار میشه. فقط به جای سیش باید چی بذارم؟ بریلیوم. به جای هاشاش باید چی بذارم؟ اف. اگه گفت رسمش کن که فکر نکنم بگه. اینجا میذارم دوباره منفی. بعدی عناصر واسطه اصلا بهت نمیدن. عناصر واسطه اصلا داشته باشی اصلا میشه ترکیب یونی. نارسیس اونا رو خوندی دیگه. اینا رو سال دهم خوندین دیگه که عناصر واسطه اصلا نمیتونن تشکیل بدن این یونها رو. ترکیب مولکولی رو. اینا ترکیب مولکولی ان. اصلا توش یون نداره. عناصر واسطه چی ان؟ همشون ترکیبش یونیه. شیمیاتون بعضیتون از پایه خیلی ضعیفه. CN منفی. آقا CN منفی. سی و یه خونه باید ببرم جلوتر میشه N. N با N میشه N2. N2 N2 شکل شجوری بود؟ خطی بود دیگه. اینجوری بود N2. قبول داری N2 رو کار کرده میگه. فقط به جای Nش باید چی بذاری؟ یه Nش رو باید پاک کنی به جای چی بذاری؟ C. ازت میپرسه قطبی یا ناقطبی؟ میگی تمامی اونها چی هم؟ قطبی هم. دیگه زاویه ازت نمیپرسه. مولکول بعدی پاشار مثبت. آقا پاشار مثبت پیو گروه 15. یه خونه میبرم عقب. یه خونه میبرم عقب میشه چی؟ میشه سی. میشه سی آشچار. ازم میپرسم ویژگیاشو بگو. میگه چهار قلم رو، 109.5، چهار وچی درسته و قطبی. همین. میگه رسمش کن. میگم اوکی. فقط به جای سی باید چی بذارم؟ پی بذارم. میذارم پی. چهار تا هاشون بهش وصل میکنم. اینم مثبت. دیگه شیمی رو پایه‌ای بد خوندی. قطبی آقا جان، قطبی. تمامی اونها چی ان؟ قطبی ان. تمامی اونها چی ان؟ قطبی ان. تمامی اونها چی ان؟ قطبی ان. 10 بار به خودت تکرار کن. برو دیوار ببین 10 بار ببین 10 بار اونها چی ان؟ قطبی ان. همه اونها قطبی ان. هر چی بار داشته باشه قطبیه. بعدی چه مولکولی میشه؟ بعدی اتم مرکزی تغییر میده دیگه. اتم مرکزی میشه اولی به جز هاش.
آقا نه، همه دارن اشتباه میکنین، همه دارن میگن اوسه. نه آفرین آفرین. الان چند تا ان داره؟ چند تا ان داره؟ گوش کن هیچ نمیست. چند تا ان داره؟ سه تا. یه بار منفیه، یعنی یکیشون یه خونه میره جلوتر میشه او. خب چند تا ان داره؟ دو تا. میشه ان دو او. ان دو رو تو خطی ها خوندیم دیگه، میشه خطی 180 دو قلم رو و قطبی. خوندیم دیگه اینو. ان دو چجوری بود؟ گفتم اول یک دونه ان دو میکشی، اینجا میدی به چی؟ میدی به ان. اینجا یک جفت، اینجا هم سه جفت، دقیقا مثل ان دو. ان دو خمیده بود، اون ان دو بود خمیده بود. نازنین زهرا تو رو خودت نازنین زهرا خیلی بخون، خیلی بخون، خیلی بخون. به نظر من خیلی به نفته، خیلی بخون تو رو خدا. ICL2 چی؟ مثبت. اونها قطبی هن. قطب یعنی چی؟ یعنی مثبت و منفی، درسته؟ اینجا یکیشون مثبته چون یون داره دیگه. وقتی یون داره یکیشون مثبته یکیشون منفیه دیگه. مثبت و منفی یعنی دو قطب مجزا دارن، یعنی قطبی هن. نارسیسی جالا فیلمشو دوباره نگاه کن. خب ICL2 منفی، آیو یه بار مثبته، پس آیو یه خونه میارم عقبتر، میشه چی؟ میشه او، میشه او CL2. به جای CL میتونم چی بذارم؟ هاش. پس میشه این دقیقا شبیه مولکول چیه؟ H2O. عدد میپرسه که چند تا قلم رو، میگه 4 قلم رو، میشه 4 تا قلم رو، درسته؟ 4 قلم رو میشه خمیده، میشه قطبی، درسته؟ میشه خیلی کمتر از 1.5. این دو چی؟ چی داری میگی برای خودت حسین؟ این از این. اگر بخوام شکلش هم بکشم میگم یک آی اینجا میذارم، دقیقا شبیه H2، سیلاش هم اینجا میذارم، مثبت. خیلی خب، چند تا دیگه میمونه اینا رو خودت کامل کن دیگه. چند تا دیگه میمونه خیلی راحته، اینا رو خودت کامل کن. من جزوه رو وسط کامل میذارم، لویستون تمومه. جلسه قبلی با این جلسه رو نگاه کنی کلا لویستون تمومه. این دو جلسه رو نگاه کنی احتمالاً جلسه بعد مو این حقیقت میشه. بگی دقیقاً اینو از کجا آوردی؟ کجا کتاب درسیه؟ حتما بهم نشونش بده. خیلی خب، اصلا نباشید احتمالاً هفته بعد کلاس نداشته باشیم، کلاس تست آخر. تست سالیانه داری؟ با هم قبلی میشه جواب داد؟ آره. نه همش حفظی به در نخوره. آره. آره تو هم میارم بر بازاریابی. اوکی. استاد جزوه نمیشه. آره جزوه رو وسط میذارم. آره کلاً اینجوریه فلان چاکرم. برای کلاس سالیانه هر کی میخواد اضافه بشه الان دارین میپرسین، اشکال نداره، از الان هم وقت میشه. هفته بعد پنجم کلاس سالیانه هست، اما تست آخر نیست، چون سالیانه باید تا 15 فروردین درسشون تموم بشه. مجبورم دیگه بیشتر تمرکز بدم رو اونا. چاکرم، مرسی، قربونت، قربونت، مرسی. به پیام بده دیگه، بهت بگم. آره برنامه میگیری تا موقع، تا موقع انگار یک اردیبهشت کلا از الان هم اضافه بشه، یک اردیبهشت کلا تموم میشه. آره تموم شد. خیلی خوب، جلسه بعد تست آخر چیه؟ جلسه بعدی حالا فکر میکنم دیگه. چش پی وی هم نگاه میکنم. چش کتاب تست واسه چی می؟ الان آی کیو خوبه، آی کیو کتاب شیدم خوبه. این از این. تست آخر تا کی هست؟ تا موقع کنکور است. احتمالاً هفته بعد نباشه، احتمالاً ولی هفته بعدش باشه. چاکرم، مرسی. محدود زمانی فقط برای امسال است. خیلی شیرین ضعیفه. آره باید خیلی کار کنی. آره جدی میتونیم بریم. منم خوشحال شدم. میکرو جامعه بد نیست، آی کیو بهتره. قربونت، مرسی. نکته تست هم ایشالا بعده اید. میشه بگین چرا فیلمو نمیذارین؟ چون دوست ندارم بذارم. همین. چون کسایی که بودن استفاده، کسایی که ارزش قائل میشن و میان تو کلاس استفاده میکنن. کسایی که دوست دارن هر موقع خواستن برن نگاه کنن، بعد کلاس ارزش قائل نمیشن، نمیتونن نگاه کنن. درس ممتکنن چرا خیلی طولانیه. سال بعد گرون، احتمالاً گرون کنین دیگه. واقعا میتونی برین؟ آره شاید نتونم. خب ببین اولویت بندیه دیگه، کسی که براش اولویتش مهمتر باشه میاد این کلاس. فیلم نه، فقط جزوه رو میفرستم برای شما. امیر آره یا عجب آدمیه. این کارم میتونی بکنی. آره چاکرم، مرسی، میتونیم بری. اگه سوال داری بپرس. اون من خیلی صاف صافتم سلام سلام متهمه. آنجل تایید کن بیشتر رو تستاش سراسری تمرکز کنی. جزوه رو میذارم، نمیخواد پی ام بدی، واسه همتون میذارم. امیر آتمی وایس آخر کلاس وسط حل میکنم.
نازنین زرایی‌گری، خب منم گفتم گروه باید بشه 1000 تا دیگه. آیا شد که من واسه تو مباحث اصلی رو درس بدم یا نه؟ نه نشد دیگه. ارزش قائل نشدیم واسه این قسمت. آره آفلاین نگاه کن. کل تخفیف 100 درصد کل تخفیف 100 درصد نداریم. 30 درصد داریم. آموزشگاه علوی خوبه؟ نمیدونم. روشام کپی میشه آره. نمیذارم فیلمشو. اصلا 90 راحت زدم چاکرم. از 98 واسه یه سریتس. اونم توضیح میدم. دوباره پی ام بده. زمان افشار کشیدم دیگه، یعنی چی میگی دوباره چه شکلیه؟ با تخفیف کلاس 0 تا 100 فکر کنم بشه بودن 690، ولی از الان بیای تا اول اردیبهشت کلا تموم میشه، راحت بالا 70 80 میزنی راحت، تا مواد 0 تا 100 تدریس میشه اونجا، مثلا گرما و اسید و باز فلان از این حرف. خیلی خوب، سعی کنین بیشتر بخونین. بهترین رتبه سال قبل بودن شده بود 300 خورده ای. حالا من یک شاگرد دارم پزشکی قبول شد، احتمال رفع اشکال اون بیاد، برای شما رفع اشکال میاد. پارسال چی میش مامان بود 3 روز همایش اومد، اونم 50 زد با 3 روز همایش فقط. اومد 50 زد، احتمال برای رفع اشکال بیاد. ما که هنوز دهمی 0 تا 100 شرکت کنی اگه بیای خیلی خوبه. آره عبدالباسط هم امسال میشه کنه. دانش آموز قوی خیلی زیاد داریم امسال، خیلی زیاد داریم. چاکرم. خیلی خوب. تابستون برای 1400 یکم داریم؟ بله داریم. تو کلاس آنلاین شرکت کنی چند میتونی بزنی؟ بستگی به خودت داره. اگه با کلاس پیش بری و واقعا کاری که میگم انجام بدی، از شنبه حداقل شروع کنی تا اردیبهشت تموم بشه بالا راحت بالا 70 80 میزنی. کلاس اصلی قویه؟ آره کلاس اصلی خیلی قویه. شما خوبی چاکرم. ولی شما داشت قوی اندیگه بیشتر بچاش نمونه. اصلا اول سالگی حضوری داری؟ نه حواس ندارم. کلاس دیگه کلاس برگزار میشه کلاس حضوری هفته دیگه بله ان شاء الله. آره مواد قبلی که درستان تو سایت قرار گرفته، شما کنکور با همین روش رو تست داریم؟ بله. من روش های بهترین روش رو جدا کردم دارم بهتون درس میدم دیگه، بهترین روش که میشه یاد گرفت. آره گرونتر میشه دیگه، احتمال 100 تا 200 تا گرونتر میشه. از کجا آوردین دیگه؟ الهام شده به یه شب که خواب بودم همش به الهام شد. نارسیس نه، خب همه شما تو ذهنم. خیلی خب، اگه سوال نداری میتونیم بریم، اگه سوال داری میتونیم بپرسیم. ماسک بزنیم اینجا دیگه. خیلی خب، کی بهت اعلام کرده؟ نمیدونم. رابط بویل اومد تو خوابم همه رو چی کرد؟ خیلی خب، اگه کاری ندارین که دیگه بریم. هفته بعد شاید تست آخر باشه شاید نباشه. تو گروه باشین، شاید اگه وقت اضافه بیارم بتونم تست آخرم بذارم هفته بعد. اگر هفته بعد تست آخر باشه بهتون مسائل گرما رو میگم اگه بتونم بذارم. حتما باش، مسائل گرما هم با بقیه فرق داره. باز نازنین زهرا نمیدونم میگه ما شما رو خیلی، منم خیلی دوست دارم. چاکرم. سینتیک دیگه کلاس سالیه نگفتم دیگه، اینجا وقت نمیکنم بگم به خدا. اگه ان شاءالله وقت باشه هفته بعد گذاشتم گرما رو بهتون درس میدم. باز گرما هم با بقیه فرق داره، مثل گرمای کلاب تست اینا نیستا، فرق داره. خیلی دوستتون داریم، من خیلی دوست دارم. چاکرم. اگه سوال نداریم به خدا میتونیم بریم دیگه، درس نمیدم. چاکرم، من دوست دارم قربونت. هنوز 55 نفر موندن. آره 3% برنامه برای کسی 3% اضافه شدن از شنبه میخوان شروع کنن، بهشون برنامه میدم از شنبه. مهدی پی وی میفرستم واسه. نه به خدا بریم، به خدا قسم خوردم دیگه. کسی که سوال داره بمونه، به سوالا جواب میدم، برایشم میخوام برم دیگه. موازنه هم میذارید ایشالا اگه وقت بشه. اکبری فعلا سایت داره میاد بالا، تو موقعی سایت نهیر بالا نمیذارم. حرم رفتی؟ نه شرمنده نمیطلبه آقا. خیلی خوب، جزوه رو واسهتون میذارم همین امشب، جزوه رو واسهتون میذارم، از اون جزوه کامل بخونین دیگه. فیلمم فقط برای کسی 25 ستاد عقب نمیشه برسیم. چرا میشه برسی نازنین زهرا؟ بهت برنامه میدم که برسی تا یک اردی بشم کامل 0-100 رو تموم کنی. اگه ضعیفم باشین، آره تو کلاس باشی، از ضعیفم باشی، از شنبه شروع کنی میتونی برسی. در اون مسئله ریاضی فیزیک نه، کلاس ریاضی فیزیک به من چه ربطی داره؟ آموزش کلاس تو تهران نه، مشهده. سینتیک برای کسی ثبت نام کردن تو سایت هست، میتونم برام ببینن. خسته نباشی؟ نه مشهده، کلاس به کلاس رفتی حرم برای ما هم دعا کنید. چشم آدم اگه خیلی گلی بلالت هم دوست داریم، اون کل تخفیف هم میدین و یه سال ثبت نام کنید، بعد اون فیلم رو پاک نمی کنید.
امیر آریا از اول شروع کردیم تا موقع کنکور 1400 فیلم‌ها هست. بعد کنکور 1400 که برگزار بشه فیلم‌ها برداشت نمیشه. نحوه مطالعه زیستتون چشم. فیلم برای اونا که بودن به خدا نمیتونم، شرمنده‌تم. اصلا ضبط نکردیم از اون اول. اگه ضبط می‌کردیم می‌فرستادم. اما اصلا ضبط نکردیم جلسه رو. از اون اول. فیلم های داخل سایت که مونده همونا رو نگاه کنین دیگه، ولی جدید بهش اضافه نمیشه. چاکرم. خیلی خوب، من عاشق پروفتم. چاکرم. خیلی خوب بچه ها، بریم سراغ مبحث بعدی یا نه؟ شوخی کردم بابا، قسم خدا خوردم دیگه. آقا لویس همینا رو بخون تمومه. لویس همینا رو بخون دیگه تمومه. خیلی خوب بچه ها، کار نداریم با من؟ من برم. آره قسم خوردم دیگه نمیتونم برم. امیر آتن پی ام بده واسه میفرستم. جان بپرس یاسین. خدافظ، میتونیم بریم. واقعا میتونیم بریم. چاکرم. اگه سوال داری بمون بپرس، اگه سوال نداری میتونی بری. شب بخیر، شب بخیر. چاکرم. جزوه‌ام تو گروه میذارم. مثبت میبریم عقب، منفی میبریم جلو. بابا باید فقط اونو نگاه کنی که اوکتت نشده. خب اوکتت شده میگه اوکتت شده، اما این که اوکتت نشده پس میگه اوکتت نشده. چند لوئیس میاد تو کنکور؟ یکی دو تا. برای قلمرو فیلم جلسه قبل دوباره نگاه کن. من برای این او اصلا قلمرو فقط اطراف اتم مرکزیه. نوزن زهرا خیلی سواله چی میپرسی؟ الکترون اطراف این او برای چی حسابش کنم؟ برای قلمرو دوگانه یکی میگرفتیم. آره دوگانه و سگانه یکی دارم میگرفتیم. مثلا زبر دقیقاً منظور تو بگو. پی وی واسه من بفرست. سعی کن پی وی بفرستی که اونجا واسه کامل توضیح بدم. وایس بگیرم واسه بفرستم. خیلی خوب. جزوه رو واسه میفرستم. استاد کنکور بالا 70% زدم، میام دست ماش میدم. چاکرتم. صورتمون ماش کنی قبوله. ما قبول داریم. میزنی راحت. از الان هم شروع کنی راحت بالا 70 میزنی. خیال راحت. خیلی خوب. بچه من رفتم دیگه با اجازتون. کار ندارین؟ هنوز 38 نفر موندن. جزوه فقط بیای تو کلاس شرکت کنی، فقط جزوه رو بخونی بالا 70 میزنی. عجب داره. آره همین رزو قصه فلان اینا رو بخون باز تابستون تا 1401 دیگه میای با هم دیگه کار میکنی. بچه ها فعلا خدافظ. چاکرم. کاری نکردم. جلسه بعد ایشالا گرما. مسائل گرما. ایشالا مسائل گرما رو با هم دیگه بریم. گرما بریم یا سینتیک. جفتش روش داره. گرما یا سینتیک. هر دو که نمیشه دیگه. من دیگه تراکتور که نیستم. هر کدوم شیرین تره. سینتیک شیرین تره، روش بالتره یاره. روشش بالتره، یعنی راحت 100% میزنی. گرما هم خوبه. گرما هم روش داره. اما سینتیک شیرین تره. تستاش هم اندازه همدیگه است. هر کدوم دوتا تست دارم. هر کدوم دوتا. سینتیک 100% میتونی بزنی، گرما باید خلاقیت هم ذره داشته باشی. بازم هر کدوم که دوست داری. برای من هیچ فرق نمیکنه. جفتش آماده است. یک نظرسنجی تو کانال میذارم بر اساس همون درس میدیم ان شاءالله هفته بعد. یا گرما یا سینتیک. چاکرم. نظرسنجی میذارم. آره تو تست کنکورش برابره. آره هر کدوم دو تست دارن. خیلی خوب. نظرسنجی میذارم ان شاءالله هفته بعد. اگه کلاس داشتیم یا سینتیک یا گرما. اگه نشد هفته بعدی 100% واسه کلاس میذارم. 100%. خیلی خوب. نمیدونم قصه این. بریم ما بریم. نه. خیلی خوب. بچه ها فعلا خدافظ. خدافظ. بریم. بچه ها هستین؟ اگه هستین که بریم سراغ مبحث بعدی. بریم میتونی یه چیزی یاد بدم. یه چیز باحال. بریم چیزی کار کنیم با هم دیگه. بریم.
خیلی خوب. واسه بریم چیزی باشون کار کنیم. من قسم خورم که لوئیس ادامه‌شو درس نمیدم. بگی خب چیز دیگه درس میدم. خوبه؟ خودم ادامه لوئیس نمیگم. نگفتم که دیگه درس نمیدم. شاید می‌خواستم بقیه‌شو درس بدم. بریم فصل دو دهم. از یه آدمیه. بگیم پشت میخنده. خیلی خوب. بخش اصلی منظورم یونها بود خانم هیدری. آخر کلاس باید یه چیز داشته باشیم دیگه. اصلا این صفحه چی رو پیدا کنیم؟ همایش کجا بود؟ این که نبود. اگه جوزش پیدا کنم آره. بذار جوزش پیدا کنم. حسولی همش پرید. به خدا همش پرید. بلش. بریم گیر نزدیم این آخر. نه تا سیو نشک نمیره. کدوم بود؟ پیداش نمی کنم حالا شانسشون. نه بیست و چهار نفر موندن. این بیست و چهار نفر به تختم هنگ کرده دیگه. قسمت نیست. تختم هنگ کرده. این چیه بس بس میکنی؟ خب آقا باشه باشه میریم موازنه رو میگیم. صبر کن. حسن این چیز هم باز کنی. خیلی خوب. بیا ما رو کشتی با موازنه. بیا خیلی خوب. الان تخته درسته دیگه. خب بیار آقا سالی من ببینم. بریم. خیلی خوب. گوش کن میخوام این موازنه رو بگیم. فقط ببین شما هدایت شده این. شما یاران واقعی هستین. خب شما 24 نفر 26 نفر. خیلی خوب. ببین میخوام برای موازنه کنی. چجوری موازنه میکنی؟ ببین چه صدا گام داره. گوش کن. چه برای من آورده ای؟ گوش کن. یه تست کنکور تمینه. آقا گام اول چیه؟ پیدا کردن عنصر آغازگر موازنه. پس گام اول اینه. آقا به اون که میگم به ترکیب بزرگی یک بده فلان بده، این خیلی جا جواب نمیده. روش منو یاد بگیر همه جا جواب میده. پیدا کردن عنصر آغازگر. خب عنصر آغازگر چه ویژگی هایی داره؟ عنصر آغازگر چه ویژگی داره؟ نکته اول، در ترکیب ماده پیچیده حضور دارد. پس در ترکیب ماده پیچیده حضور دارد. نکته دوم، در هر سمت فقط در یک جا دیده شود. یعنی اون ماده هم تو واکنش اندا فقط یک جا باشه، تو فراوردن فقط یک جا باشه. نکته سوم، تک عنصری نباشد. یعنی چی؟ یعنی تنها نیاد، مثلا اودو نباشه، اندو نباشه، توی ترکیب باشه. گام چهارم، زیربند بزرگتری داشته باشد. آقا فقط اینو یاد بگیر. اون که بیه به ترکیب بزرگی یک میدیم اشتباهه. به ترتیب باید اینا رو چک کنی ها. اینا رو میخوای چک کنی به ترتیب چک میکنی. از همون اول شروع میکنی. گام دومش چیه؟ موازنه کردن عنصر آغازگر. گام سوم، موازنه کردن
سایر عناصر. آقا این یک تست کنکور 100 درصده، این یک تست کنکور 100 درصده. گام اول چه؟ پیدا کردن عنصر آغازگر. عنصر آغازگر باید شرایطی داشته باشه. گام اولش چیه؟ باید تو ماده پیچیده حضور داشته باشه. بعد فقط در هر سمت فقط یک جا دیده بشه، تک عنصری نباشه، درسته؟ این تنها نیاد و زیرمن بزرگتری داشته باشه. گام دوم میشه موازنه کردن عنصر آغازگر. گام سوم میشه موازنه کردن سایر عناصر. الان میخوام با هم دیگه موازنه کنیم اینو. اینو بهم داده. آقا میرم عنصر آغازگر رو پیدا کنم. گفته در ترکیب ماده پیچیده، یعنی میشه این. خب پس یا سیه یا هاش یا این. پس با او نباید شروع کنیم. پس یا سیه یا هاش یا چی؟ این. نمیدونم با کدوم شروع کنم. میرم گام دوم. گفته در هر سمت فقط در یک جا دیده بشه. الان هاش دو تو واکنش دهنده فقط تو اینه، تو فراوردن فقط یک جاست. پس اینو میتونه باشه. این تو واکنش دهنده فقط این یک جاست، تو فراوردن فقط یک جاست. پس این دو هم میتونه باشه. میرم سراغ بعدی. خب پس یا چی میمونه؟ یا سیه یا هاشه، درسته؟ یا اینه. نمیدونم کدومه. میرم بعدی. گفته تک عنصری نباشه، یعنی تنها نیاد. الان این اینجا تنها اومده، پس این نمیتونه باشه. یا سیه یا هاش، نمیدونم کدومه. یا سیه یا هاش. خب کدومه به نظرت؟ گفته زیرمند بزرگتری داشته باشه. خب هاش زیرمندش چقدره؟ 5 و 2 میشه 7، کربن میشه 2. پس عنصر آغازگرم چیه؟ هیدروژن. پس میام هیدروژن رو موازنه میکنم، درسته؟ خب این طرف 7 تا، این طرف 2 تاش. به این ضریب چند میدم؟ 2 میدم که بشه 14، به اینم 7 میدم که بشه 14. حالا اینو مقایسه موازنه میکنم. چند تا این داری؟ 2 تا این داری این طرف؟ اینجا هم باید 2 تا این داشته باشه. یک میذاری، یک ضرب در 2 میشه چقدر؟ 2. چند تا کربن داری؟ 2 تا میشه چقدر؟ 4 تا. پس این برابر 4 داشته باشی. حالا میدم سراغ او. چند تا او داره این طرف؟ یک 7 تا اینجا دارم، درسته؟ 7 تا اینجا دارم. 2 4 تا 8 تا. 8 تا اینجا دارم میشه چقدر؟ 15 تا. خب چه عددی ضرب در 2 میشه 15؟ 15 دوم. حالا همه رو ضرب در چند میکنم؟ همه رو ضرب در 2 میکنم که مخرج این از بین بره. این میشه چقدر؟ این میشه 4، این میشه 15، این میشه 8، این میشه 14، این هم میشه چقدر؟ 2. حالا ازم چی خواسته؟ گفته مجموع ضرب سکیوریتی فراورده ها چقدره؟ 14 و 8 میشه 22، 22 میشه چقدر؟ 24. این از این. 22 میشه چقدر؟ 24. توی این روش امکان هیچ خطایی نیست. اگر به ترکیب بزرگ یک بدی احتمالی که اشتباه کنی هست. یا ترکیب واسط میارم به بزرگ یک بدی اصلا موازن نمیشه. این روش رو یاد بگیر. الان مثلا اینجا یه تست دیگه حل کنیم. پی 4 او 10. ماده پیچیده کدوم؟ پی 4 او 10. پس یا باید با پی شروع کنی یا با او. نکته دومش چی گفته؟ گام دوم. در هر سمت فقط در یک جا دیده شود. الان اکسیژن تو فراورده همینجا دیده میشه، همینجا. پس او نیست. پس باید با پی موازنه کنیم. درسته؟ پی این طرف چند تا داری؟ 4 تا. پس این طرف هم باید چقدر باشه؟ 4 تا. حالا میام هاشو موازنه میکنم. 4 3 تا میشه 12 تا. اینجا هم 6 میذارم. حالا میام او. این طرف 6 تا او دارم، با این 10 تا میشه 16 تا. چه عددی ضرب در 2 میشه 16؟ 8. گفته نسبت شمار مول‌های آب، یعنی 6 به شمار مول‌های چی؟ او 2. 6 8 میشه چقدر؟ 3 4 میشه گزینه چند؟ گزینه 1. تست کنکور کی بوده؟ 97 بوده. اوکی؟ طبق گاما فقط برو جلو. فقط طبق گاما برو جلو، همین. خیلی بقیش هم میذارم خودت حل کنی دیگه. بقیش هم میذارم که خودت حل کنی. خیلی خوب بچه ها، فعلا خداحافظ. یه شما جز چون جز ایمان آوردگان بودین، برفی مرفت جلو داده درس. خیلی خوب، فعلا خداحافظ.